زمانی که همش کلکل، همش گیر دادن، همش غر زدن، همش غم، این اتمسفر خونه همش غمگین و سنگینه. وقتی غر میکنی آخه لاغل دیگه با من حرف نمیزنی. و من یک کیس داشتم، آقای شش ماه غر میکرد، بعد که باهاشون صحبت کردم بچه‌هاشون بزرگ شده بودن، دقیقا آقا همینو گفت، گفت وقتی که من غر میکنم اولا دیگه هیچ تو حرف نمیزنه، دوما اینقدر به من بیشتر میرسه. آره باج میده دیگه، ولی هیچ وقت در موردشون صحبت نمیکنه، فقط غذا رو آماده میکنه، اون اطفارایی که من متنفرم نمیریزه. به محض اینکه من آشتی میکنم دوباره شروع میکنه. به خاطر این من فکر کردم بهترین کار اینه که قهر کنم باش دیگه، چون وقتی قهرم بهتر رفتارش خیلی بهتر و اصولی تره. و چقدر واقعا تأسف آوره وقتی از خانم سوال کردم که چه حالی میشی، گفت داغون میشم، تمام عمرم داغون شدم، همه عمرمون این شش ماه قهره. و اصلا متوجه نبود. من نمیگم تقصیر خانم بود فقط، ولی خانمم واقعا انوین بود، خیلی خیلی زیاد انوین بود، خیلی رون پکیج بودن با هم دیگه، اصلا هیچ چیشون با هم دیگه نمیخورد. و وقتی که با آقا نگاه کردم چشاش پر اش شد، گفت آرزوی طلاق دارم ولی به خاطر بچه ها، به خاطر این دلم واسش میسوزه، چون اسم طلاق میاد این خیلی به هم میریزه، فقط دارم زندگی میکنم ولی تو رویاهام دارم میگم یه روزی من میرم، یه روزی من میرم. و خیلی هم زود فوت کرد متاسفانه. نه ولی وقتی که رفت، خانم شدیداً نروس بریکداون گرفت، برای اینکه یه دفعه گیلت اومد سراغ خانم، خیلی اذیتش میکرد، she couldn't take it، برای اینکه اصلا با آقا کنار نمی اومد. جونم کجا یاد میگیرن؟ مثلا بچه من نه، من اصلا قهر نمی کنم، همسرم اصلا قهر معنی نداره، نه من نه همسرم، ولی بچه کوچیک من قهر میکنه و میره بالا، ولی من صداش میکنم تانیا جان حرکت اشتباهی، مادر بیا پایین صحبت میکنیم، چرا قهر میکنی؟ ولی میخوام از کجا یا تو مدرسه مثلا از دوستاش یاد گرفته، از کجا یاد گرفته؟ نه پارت خلق و خو ژنتیکی و ارثیه، کی تو خانواده جفتتون قرقروه؟ بابا آخه تا هم شما مسود اومدی از ایران بیرون، یاد یادت نمیاد. پارتش خلق و خو ارثی هست، باقیش هم اکتسابیه. همونطوری گفتی از مدرسه ممکنه آدم یاد بگیره، از تو تلویزیون یه برنامه ای داره یاد بگیره، یا اینکه تو کودکتر، بچه اول یا بچه دوم؟ آها وقتی بچه دوم میاد، بعضی وقتا بچه اول هم این کارو میکنه. من میخوام از یه طریق اتنشن بیشتر بگیرم، خودم با خودم پیداش میکنم که چجوری من اگه الان قهر کنم مامانم منو صدا میکنه، بابام منو صدا میکنه، مامانم دعوام میکنه، بالاخره یه اتنشنی ممکنه من بگیرم، اینجوری من میتونم جلب توجه کنم چون احساس میکنم منو نمیبینه. اینم دوباره امکان این هست که وارد یه همچین گیم های آدم بشه برای